أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واستهديه واؤمن به ولا اكفره واعادي من يكفره واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن متذکر می شوم و سفارش می کنم. ما انسان ها لحظه به لحظه در مسیر حیات و زندگانیمان در معرض زیان و ضرر و خطر قرار داریم. ضررهای همه جانبه و خطرهای همه بعدی تنها راه سلامت من و سعادت من پروا داشتن و تقوا داشتن است. یکی از نیازهای جدی انسان تشخیص حق از باطل است و عامل تشخیص حق از باطل به فرمایش خداوند تقواست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر تقوا و پروا پیشه کردید، تشخیص قدرت تشخیص حق از باطل را نصیبتان میکنیم. امید است هممان به این سفارش خداوند انبیا و اولیای الهی توجه داشته باشیم و در زندگی نصب العین قرار بدیم. هفته هایی که پشت سر گذاشتیم در رابطه با غیرت، حیا، حجاب و نقش علم در رسیدن جامعه به فضائل اخلاقی و امنیت و آرامش صحبت‌های مطرح شد. این هفته هم در خطبه اول به شکلی در ادامه مباحث گذشته به جایگاه عالمان، متخصصان و آگاهان و افرادی که به دستور خداوند وظیفه یاد نمودن و آگاه کردن و بیدار کردن جامعه را به عهده داره، به نقش اینها از منظر قرآن و روایات اشاره خواهیم کرد. در خطبه دوم هم مناسبت مذهبی و در واقع اعتقادی داریم، ایام فاطمیه سوگواری بیبی، اشاره بسیار کوتاه به نقش این بزرگوار، این مکرمه مجلله که اصلی ترین نقششان نقش مادر است خواهیم داشت. یکی دو تا مناسبت جهانی داریم، مسئله روز مهاجرت و در واقع
حمایت از حقوق بشر که مناسبت‌های جهانی است، تذکراتی هم درباره مسائل داخلی کشورمان از موضوعات است که در نماز جمعه باید با اونها اشاره شود و پرداخته شود. هممون متوجه هستیم که ما انسان‌ها همیشه در معرض فراموشی هستیم، در معرض خطا هستیم. ان الانسان محل السهو و النسیان. یکی از حکمت‌های نماز به یاد خدا بودن است. اقم الصلاة لذکری. یکی از نسخه های قرآن این است که یادآوری کنین، یادآوری به نفع مؤمنین است. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. اگر یادآوری نکنیم، از این نسخه شفا و سلامت استفاده نکنیم، اهریمن داریم، دشمن داریم و مخالف داریم که قسم خورده ما انسانها را به شقاوت و به بدبختی و ذلت بکشاند. فبعزتک لاغوینهم اجمعین. از قول شیطان خداوند نقل میکنه، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. به همین دلیل است که ناچار باید در زندگی اجتماعی عده‌ای تذکر و یاد دادن و یاد کردن را عادت‌دار شوند و دیگران هم باید از تذکر و هدایت و از یاد کردن اونها استقبال کنند. اینها مربیانند، اینها عالمانند، اینها رسالت داران و موظفان این برنامه بزرگند. برای نجات انسانیت و انسان و برای سعادت و خوشبختی و اقتدار و بیداری و عظمت و همه عوامل سعادت، عده‌ای باید متخصص شوند به عنوان یک نیاز مبرم غیر قابل چشم پوشی. اینها این تخصص ها و این آگاهی های لازم را یاد بگیرند و دیگران رو کمک کنن، همون گونه که بدون پزشک و متخصص رشته های پزشکی یک جامعه نمیتواند جامعه سالم باشد از نظر جسم و فیزیک. همینطور در نبود اندیشمندان، آگاهان، متخصصان و متفکران یک جامعه نمیتواند یک جامعه متخلق، یک جامعه مؤدب، یک جامعه با روش و منش مورد ستایش و تأیید جامعه جهانی و خرد جمعی و جهانی باشد. لذا انسان‌های باید آگاه شوند، عالم شوند و دستورات خدا و دستورات پیامبر و همه دلسوزان و مسئولان و انبیای الهی را به جامعه انسانی معلوم کنند و روشن کنند. قرآن می فرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. قرآن دستورش اینه که آیات ما را بر اینها تلاوت کن، اینها را تزکیه کن، قرآن و حکمت را به اینها بیاموز. این وظیفه انبیاست. در نبود انبیا، در ادامه حرکت انبیا، این حرکت و این مسئولیت و این رسالت به عهده علما است، به عهده دانشمندان است. لذا پیامبر فرمود اکرم العلماء، علما را احترام کنید. علت این احترام و این تکلیف چیست؟ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا. چرا؟ چون عالمان ورثه انبیا هستند، جانشینان انبیا هستند. بر این اساس لازم است یک جامعه نیروهای آگاه و سرمایه های انسانی داشته باشد و دیگران هم از این سرمایه ها استفاده کنند.
این سرمایه ها مثل سایر سرمایه ها از کنار مردم است، فرزندان همین مردم است. پارهای جگر و میوه های همین زندگی های مشترک اجتماعی خود شماست. چگونه فرزند شما که محبوب دلتان و آرزویتان هست، مورد لطف و توجه شما هست، این فرزند باید یک مسیر بسیار بزرگ و دشوار و مسیر پرپیچ و خم را برود تا برسد به یک جایگاه ارزشمند و به یک آگاهی بسیار قابل پذیرش و مفید، عالم شود در همه رشته ها. بعد دستور عقل این است، از آگاه حرف بپذیرید، از متخصص و از مجرب باید این استفاده را برد. عقل دستور می‌دهد دنبال آگاهی باید جهالت ها زدوده شود. بعد از به وجود آمدن سرمایه روشنی، تاریکی ها باید تبدیل به روشنی شود. به همین دلیل است ارشاد جاهل یک قاعده عقلی است، یک قاعده است که نقض نمی شود، کسی نمی تواند انکار بکند. هم ناآگاهان و محرومان از این تخصص وظیفه دارند و هم آگاهان مکلفند، از هر دو جانب برای حل مشکلات به هم دیگه توجه داشته باشند. پیغمبر فرمود پشت مرا شکسته، دو گروه، عالم متحتک، عالمی که پرده‌دار نیست، مسئول نیست، دلسوز نیست، جاهل متنسد، جاهلی که حق نمیپذیره، جاهلی که دنبال درمان جهلش نیست. پس اینم مثل همه نیازهای جامعه ما یک نیاز جدی است. پیغمبر فرمود مثل علما مثل ستارگان است که در تاریکی های زندگی، در دریا و در خشکی مردم نیاز دارن به این ستارگان. یعنی جامعه انسانی لحظه به لحظه در جای جای دنیا، در هر فضایی، فضاهای مترقی، فضاهایی که امکانات زندگی بیشتر است و فضاهایی که هنوز به اون مرحله نیستن، در همه فضاها ما نیاز به عالم داریم، نیاز به دانشمند داریم. قرآن فرمول بسیار زیبایی را در اینجا مطرح می کند، فسألو اهل الذکر، از آگاهان بپرسید. در همه رشته های اینطوری است، هم در پزشکی، هم در تولید، هم در صنعت، هم در نظامی و هم در ابعاد ارتباط با دولت ها و ارتباط بزرگ و جهانی باید از متخصص استفاده کنیم و بهره ببریم. به همین دلیل از قرآن یک دستور را داده و او دستور این است که شما مردم از بین خودتان یک عده‌ای را انتخاب کنین. برای چی؟ برای که بروند متخصص شوند، آگاه شوند در امور دین، در امور نیاز جامعه، بعد برگردن به حوزه ها بروند. لازم نیست حوزه میگیم فعلا به ذهنمان حوزه های بیرون از افغانستان بیایه، در داخل کشور اینها بروند در حوزه ها، همونطوری که باید در مکاتب داخل کشور بروند، همونطوری که باید در مراکز آموزشی پزشکی و صحت و درمان داخل کشور بروند، بعد متخصص شوند، برگردند. حالا اگر نیازی بود برای بعضی از مراحل، چون دنیا دنیایی است که الان به هم نزدیکه، دهکده شده،
شاید همه چیز در یک کشور تولید نشه. لازم نیست، ما داد و ستد داریم، با دنیا تعامل داریم، یک چیزایی ما داریم به دیگرا عرضه می کنیم، در قبالش از دیگرا هم چیزهایی باید مطالبه کنیم. اگرم رفتن باید برگردن، رفتن بی بازگشت خسارت است، خود فراموش کردن است و دیگران را نادیده گرفتن است. این یک معضل شده امروز در کشور، در دنیا، که عده‌ای می روند اما دیگه بر نمی گردند. یکی از چالش هاست، خدا رحمت کنه، از قول مرحوم کاشف الغطا که از علمای بزرگ و از نخبگان بود، نقل کردن که در جمع بزرگ علمایی صحبت کردن، آیه نفر را که معروف است خواندن و فرمودن این آیه در زمان معاصر نسخ شده، همونطوری که قبله اول مسلمان ها بیت المقدس بود، نسخ شد، قبله کعبه شد. اون یک نسخ بود که نسخ در زمان پیغمبر بود. ایشان از باب حسرت و دلسوختگی و در واقع بیان این واقعیت فرمود آیه نفر در زمان ما نسخ گردیده، به این صورت که لیتفقه فی الدین و ید رسو و یدر رسو حتی یموت. و ایشان گفتن حالا میرن درس میخوانن، درس میدن، درس میگیرن، همونجا میمانن تا از دنیا بروم. نه، درس بخوانیم، درس بگیم، درس بگیریم، برگردیم به جامعه من خدمت کنیم. آگاهی، بیداری، هوشیاری، پیشرفت تنها مربوط به علما نیست، به پزشکان هم هست، به تجار هم هست، به همه رشته هایی که جامعه به اون نیاز داره این قضیه مربوطه. و امروز یکی از چالش های کشور ما همین معضل است. امید است که انشالله با توجه، با دل دادن به قرآن و به نسخه های شفا بخش قرآن، ما از این روند هم استفاده کنیم و از این سبک هم استفاده کنیم. وقت زیاد نداریم برای ادامه این بحث در این هفته و در این خطبه. خدایا همه ما را با معارف قرآن بیش از پیش آگاه و آشنا بگردان، دردهامان با شفای قرآن، با نسخه های قرآن درمان بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه طاهره و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى بن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان، شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. دو مناسبت
جهانی در پیش رو داریم. یکی از این مناسبت ها روز جهانی مهاجر و مناسبت دیگر روز جهانی همبستگی بشر است. 18 دسامبر که برابر می شود با 27 قوس، از طرف جامعه جهانی به روز جهانی مهاجرت نامگذاری شده و 29 قوس روز جهانی همبستگی بشر. این دو مناسبت را تحت یک عنوان و با عنوان یک بحث لازم که هم جامعه جهانی به این نیاز داره و هم جامعه افغانستان در این شرایط از این توجه محروم است و مشکلات را جامعه ما در این بخش دارن، از این جهت اینها را انتخاب شده و آماده شده که من یاد کنم. چرا این روز را روز جهانی مهاجرت نامگذاری کردن؟ هر سال در خیلی از کشورها به همین مناسبت راهپیمایی‌های را اندازی می شود و جشن‌ها و مراسم‌های گرفته می شود و مطالبه‌گری‌های و در واقع درخواست‌های صورت می گیرد. چرا؟ چون روز جهانی مهاجرت است. اساساً پدیده مهاجرت چیست؟ شما می دانید روز جهانی مهاجران به این خاطر است که انسان به عنوان یک مجموعه مشترک، به عنوان یک خانواده، به عنوان یک جریان که نمیتواند بدون ارتباط با همدیگر مسیر سلامت و مسیر صحیح را بپیماید، در زندگیش تحولاتی دارد. یکی از این تحولات مهاجرت است. نماد از انسانیت است مهاجرت. کرامت انسانی تا جای انسان را می کشاند که یکی از بنیانگذاران یا حامیان مسئله مهاجرت و از اعضای این سازمان آقای آنتونیو ویرتینو اعلام می کند ما به مردمی که مهاجرت میکنند تا پیشرفت و زندگی بهتری داشته باشند افتخار میکنیم. چرا مردم مهاجرت میکنند؟ ما در دستورات دینی ما هم داریم اگر زندگی برای شما سخت شد دیگه چاره ای نمان، جانتان، باورتان، شخصیت و حرمتتان در اونجا در خطر بود، مهاجرت کنین. پس فلسفه مهاجرت چیست؟ تا مردم زندگی بهتر داشته باشند. چون ما اعضای یک خانواده هستیم. میگوید مهاجر بودن یک افتخار است. سازمان ملل نیز به این مهاجران افتخار میکند. کسانی که در پی ناهنجاری های مختلف دست به مهاجرت میزنن انسانهای بزرگی هستن. چرا مهاجرت میکنن؟ به خاطر اینکه یک مطلب جدید، یک در واقع طرح جدید، یک ابتکار جدید را به او برسن، یک تحول را ایجاد کنن. مهاجر با انتقال فرهنگی که در کشورش دارد در کشور مقصد ایجاد تحول بکند و در اون کشوری که رفته به اون مقصدی که رسیده به یک چیزهای جدید، به فرهنگ جدید، به پیشرفت جدید برسد. این فلسفه هجرت است. دستیابی به اهداف توسعه پایدار، امنیت پایدار، اقتصاد پایدار، آرامش پایدار. فلسفه مهاجرت این است، نه اینه که انسان مهاجر شود
ناامنیش افزایش پیدا بکند، نگرانیش افزایش پیدا بکند، ثباتش بدتر شود، ضعیفتر شود. میلیون ها مهاجر متخصص در دنیا تحولات را به وجود آوردند، نوآوری هایی داشتند. همین سازمانی که مسئله مهاجرت را دنبال می کند این مسائل را مطرح کرده، کشورهایی که امروز صاحب تکنولوژی، ثروت و قدرت هستند، خودشان متخصصانشان اعتراف کردند بخشی از این پیشرفت ها نتیجه این تحولات است که ما از کانال مهاجرت به دست آوردیم. استرالیایی ها، کانادایی ها و امثال این کشورها اعتراف کردند اگر مهاجران از سراسر جهان نبودند، کشورهاشان از لحاظ اقتصادی دچار مشکل جدی میشد. در طول این تاریخ دراز و پرفراز و نشیبی که بشریت پشت سر گذاشته، این تحولات ما شاهد بودیم. مسلمان ها رفتن از مکه به حبشه، چه تحولی را اونجا مدیریت کردن؟ اینطوری نیست که همیشه کسی فکر بکند مهاجرت یک بار است، باید منصفانه قضاوت کرد. متاسفیم که امروز اونقدر وجدانها، اونقدر غیرتها آسیب دیده در اثر ویروسها، در اثر مرضها، در اثر طمعها و در اثر سبوعیتهای کلان که امروز با مهاجر و مهاجرت و با این پدیده‌ای که در ذات خودش و در نفس خودش یک تحول است و یک تکامل است، این گونه سخیف و این گونه بی ارزش برخورد می شود. ما شاهد این برخوردهای دور از شأن و از جایگاه انسانی در کشورهای مختلف هستیم و سوز بیشتر ماجرا اونجاست که در کشورهای اسلامی با این پدیده و با این جمعیت این گونه برخورد می شود، مخصوصا برخورد خلاف انتظاری که با مهاجران کشور ما شده. و این انتظار، انتظار به حق است. پناهندگان و مهاجران کشور ما واقعا در وضعیت کنونی به شرایط بسیار دشوار قرار دارند و حرمت و جایگاه انسانی برایشان در نظر گرفته نمی شود. برخوردهای خلاف انتظار انعکاس از یک افول و از یک فرود به شدت اخلاق و انسانیت در این جوامع است. امیدواریم که به این مسئله توجه شود و وجدانهای بیدار و انسانهای با هدف این مقوله را مدیریت و ساماندهی کنند. مسئله دیگری را که مطرح کنم قبل از صحبت از فاطمیه و حضرت زهرا و این مکرمه مجلله، یکی دو نکته مربوط می شود به داخل و جریانهای داخلی کشور ما. نماز جمعه اگر با عبارت فسعو اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله، با تلاش به این نماز شرکت بکنیم، معرفی شده و خاطر همین مسائل بزرگ و حرکت هایی که جامعه و مدیریت فکری که جامعه باید در فضای روشن و در بصیرت بزرگ در اونها حرکت کنن، و الا صرف مسائل عبادی نیست. اگر بود که حج فقرا معرفی نمی شد، اگر اون بود که عدم حضور، غایب بودن سه جمعه پی هم دلیل بر نفاق انسان نبود. باید همه مسائل را در نماز جمعه با تدبیر و با دقت مطرح بکنیم. خب ما همیشه در فضای نماز جمعه به عنوان یک مسئولیت
با چشم باز به قضایا نگاه میکنیم. نکات مثبت را باید مطرح کنیم، نکات منفی را باید یادآور شویم. علی علیه السلام که قرآن ناطق است، پیغمبر در چندین بیان فرمود قرآن با علی است، علی با قرآن است، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی. فرمود که اگر میخواییم کسی را تأدیب کنیم، خوبا را تشویق کنیم. شما انسان منظم را تشویق کنیم، نامنظم مؤدب میشه. یکی از موضوعاتی که لازم میدانم مطرح کنم مسئله است که امارت اسلامی و خلاصه حاکمیت جدید دنبال میکنه، هم در کابل ارقام بالایی را گزارش کردن و هم خلاصه در سطح کشور رسانه های گزارش داد کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین. خب این یک حقیقت است در رژیم گذشته که به نام آزادی، به نام دموکراسی خیلی جامعه ما را زمین گیر کرد. البته هنوز هم ما طرفدار آزادی هستیم. همون زمانم وقتی بحث آزادی را مطرح می کردیم در همین مصلا، فرق نمی کنه، همه نمازهای جمعه رسالت دارن در سطح دنیا، در دنیای اسلام، در همه کشورها. او زمانم می گفتیم که گاه دین به اسارت می رود، گاه واژه ها به اسارت می رود، گاه مفاهیم را به اسارت می برند. آزادی را باید به معنای واقعیش بفهمیم. علی کل حال تحت عنوان آزادی و دموکراسی خیلی از ظلم ها به جامعه ما شد و یکی از ظلم های کلان که شد، زمین های زیادی مربوط به بیت المال، مربوط به همه مردم کشور. ما در یک کشوری که 40-50 میلیون جمعیت زندگی میکنه نیازی به خیلی از امکانات داریم. ما نسل های آینده داریم. اینها چپاول شد، غارت شد. زمین های مربوط به همه مردم توسط عده‌ای خلاصه ضبط شد، اسناد جعلی درست شد و معامله شد، از منافع جمعی برای منفعت شخصی استفاده شد. در میان انها و انواع فساد، زمینخواری و غارت زمین ها یک نمونه بسیار بالا و بزرگی بود و یک حرکت بیرحمانه و خشن بود. اینه که امروز امارت اسلامی این زمین ها را برمیگردانه، یک حرکت مثبتی است، یک حرکت بجایی است، یک حرکت لازم است. چه در پایتخت که اعداد بالایی را شنیدم و چه در سطح کشور، این حرکت حرکت خوبی است. ای به این خاطر نیست که من با ذکر این موضوع سایر کمبودها را مطرح نکنم، بارها گفتم الانم میگم. مشکلاتی هم هست، مسئله آموزش دختران و مکاتب از اون موضوعات است که باید مثل مسئله غصب زمین ها رای حل برایش پیدا شود. اما این یک حرکت خوب است. ما امیدواریم که اراضی غصب شده برگرده به خانواده بیت المال. برای پیشرفت، برای آرامش، برای توسعه و آگاهی کشور از این سرمایه ها استفاده شود. در بخش اقتصاد، در بخش تکنولوژی، مخصوصا در بخش مسکن ما خیلی مشکل داریم. تنها مهاجرینی که از پاکستان و کشورهای همسایه آمدن با مشکل بی سرپناهی مواجه نیستن. جای جای کشور ما با این مشکل برای مواجه هستن و گرفتار هستن. ما امیدواریم که این قضیه انشالله به احسن وجه مدیریت شود و یکی از
جاهایی که امنیت پایدار می شود این است که مردم طعم شیرین عدالت و رسیدن به حق را بچشند. همون گونه که ظلم، همون گونه که تملق شهرها را از مردم خالی می کند، عدالت و آبادی واقعی شهرها را باز آباد می کند و گلهای رنگارنگ را در باغ کشور و در مزرعه مادری که نامش وطن است بر می گرداند. ما امیدواریم که این مقوله به جدیت و با مدیریت سالم دنبال شود. مسئله دوم که باز هم خبرهای خوشی است، تشویق بازرگانان خارجی، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان، که یک نمونهش سفر مسئولین بلندپایه امارت به ترکیه و صحبتهایی که در اونجا خلاصه شده و شرکتها و مراکز قوی و سرمایه گذاران که اونجا صحبت شده و برگردن و بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنن، این یک حرکت روبه جلو است، یک گام مثبت است. ما همیشه در کمین و در رصد اخبار که امیدواری و در واقع زمینه عزت ما را فراهم میکنه هستیم. این خبر خبر خوشی است، اما من همینجا لازم میدانم عرض بکنم این حرکت ها باید با همه جوانبش دنبال بشه. باید امنیت پایدار همه جانبه برای دلگرمی سرمایه گذاران که نتیجهش هم عاید اونا می شود و هم نصیب جامعه ما می شود همه جانبه باشه. دسترسی مردم به امکانات، انتقال پول، مشروعیت جهانی برای کشور که سرمایه گذاران بتوانند با راحتی بیاین برون. کشور را باید با یک تدبیر بزرگ از این انزوا بیرون کنیم. بهانه ها را از دست دشمنانمان، مخالفانمان با مدیریت، با خرد بگیریم. تکبیر زیاد است، همه را به یک عبارت خلاصه سربسته عرض کردم. ما باید با خرد و با نرمی اینها را مدیریت کنیم. ما زمانی می توانیم جامعه من را به خوشی و سروری و آقایی برسانیم که از مسیر خرد و از مسیر آرامش و اخلاق حرکت کنیم و این شدنی است. امیدواریم که مسئولین و کسانی که از جایگاه‌های بزرگ و عالی برخوردار هستند، دانشمندان، تاجران، سیاستمداران که اینها آدرس‌های بزرگ هستند، به این مقوله توجه کنند. روزهایی که درش قرار داریم ایام سوگواری فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میدانیم پیغمبر 63 سال عمر کرد، 40 ساله مبعوث به رسالت شد، 13 سال مکه بود، 10 سال و چند ماه مدینه بود. در 28 سفر پیغمبر رحلت کرد. بعد از رحلت پیغمبر، دختر پیغمبر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها خیلی زیاد عمر نکرده. آخرین روایتی که داریم میگن 6 ماه و الا معروفه یا 75 روز بوده یا 95 روز بوده. همه قبول دارم که بیبی خیلی مورد توجه پیغمبر بوده. من یک عبارت نقل میکنم، این عبارت خیلی جامعیت داره. در کتاب جامع الاصول یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت ابن اسیر جزری این روایت نقل میکنه. خیلی روایت جامع است، مال خودشه، یعنی روایت نیست، در واقع اون شرایط برخورد نقل میکنه. میگه کل ما دخلت علی ابیها، هر وقت زهرا
به دیدن پیغمبر می آمد، دخلت علا ابیها، می آمد دیدن پیغمبر، قام الیها. علما هستن در جلسه، پیغمبر بلند می شود، نمیگه قام الیها. گاهی شما داخل اتاق نشستین، در مجلس نشستین، یک آقای وارد میشه از دروازه، از جاد حرکت میکنی، اینو میگن قام الیها. اما قام الیها یعنی چی؟ پیغمبر از جا حرکت میکرد، چند قدم میامد. اینه در فنون ادبی بخوانیم، قام الیها. بعد نمیگه یک وقت، همیشه اینطوری بود، از خردسالی، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج. این شخصیت زهراست. شما اینه جدی بگیرید. من اون روایات رو که برای حضرت امیر خواندم که پیغمبر فرمود علی با قرآن، از قرآن با علی است، این روایات کمتر از اونا نیست، شاید به نوعش بالاتر است. میفرماید رضایت زهرا رضایت منه، غضب زهرا غضب منه. گاهی میفرماید خدا به غضب زهرا غضبناک میشه. امروز ما باید این را با یک دید جهانی نگاه کنیم. خواهر من زهرا در حجاب حرف اول میزنه، برادر من جامعه اسلامی، جامعه رسانه‌ای، اصحاب فکر و اندیشه و قلم، زهرا در وفاداری، در پاسداری، در ایثار و فداکاری چه حرکتی را انجام داد؟ اگر پیغمبر زهرا را در بیان خودش مادر معرفی میکنه، ما باید به جریان فاطمیه، به مجالس بی بی، به سوگواری بی بی، به شکل حرکت یک مادر اما با مهربانی که میتواند همه بشریت را به یک خانواده مهربان تبدیل کند نگاه کنیم. ما هیچ وقت در صحبت از فاطمیه قصد توهین و تحقیر و عداوت و دشمنی را دنبال نمی کنیم. ما زهرا را آب زلال و آب حیات می دانیم که امروز بشریت به شدت به او نیاز دارد در همه ابعاد. تحکیم خانواده، حمایت از حقوق زن، نزن از حقوق مظلومی. فاطمیه یک دروازه ایست، یک روزنه ایست، یک دریچه ایست برای شناخت این مادر. ایجاد فضای مادری در سطح کلان جامعه بشری، حداقل جامعه انسانی اسلامی، فرصت ایجاب نمی کند من بیش از اینها صحبت کنم. اجازه بدین من بیان از شخصیت بی بی را با دعای بی بی به عزیزانم گوشش منتقل کنم. گاهی دیدین یک کسی برای آدم دعا میکنه، بهترین دعا همیشه یاد آدم میمانه. شما اگر کسی براتون بهترین دعا را کرده باشه، هدایا یاد آدم میره، اما او دعا یاد آدم نمیره. من از بعضی از بزرگان دعاهایی شنیدم در زندگیم، دارم میبینم خیلی از چیزها شاید مردم به ما لطف کردن فراموش کردیم، اما او دعا را فراموش نمیکنیم. علمای بزرگوار نشستن، شما دلدادگانی که میدونم الان من این جملات بخوانم، اشکاتان در سوگ مادر، در ایام مصیبت مادر جاری میشه. خودتان اون حس پیدا میکنین که همه ما از این طریق میتوانیم با هم برادر واقعی باشیم. دعاها این در وفاته ها میدونیم بی بی خیلی مظلومه بوده. همینقدر به شما بگم، 75 روز یا 95 روز یا بیشتر بعد از پیغمبر زندگی کرد، اما آخرای شب بعد از اونی که همه چشما رو خواب برد، بدنش غسل داده شد. بدنش 8-9 نفر بیشتر مشیع نداشت، تا امروز قبرش هم نامعلومه.
یه دعایی داره، دعاها این در فاتحه، دعای زهرا سلام الله علیها وقتی وفاتش الان دیگه روز اول ماه جمادی الثانی فردا، پس فردا، فقط فردا، بالاخره بین امروز و روز مصیبت بزرگ زهرا که امیر المومنین کمر شکن که امام زمان هم در این مصیبت داغدار است، یقینا عزادار است، فاصله مانده، دعا را این در وفاته ها تاریخ می نویسه، دستای حاجت روا با برکت مادرانش بلند کرد، اللهم اینی اسألک، وقتم کمه، خدایا من از تو می خواهم به ابی محمد المصطفی و پدرم و شوقه الی و شوقی که پدر به من داشت. شنیدین، زیاد شنیدین، منم بالاخره یک گوشش میگم، پیغمبر خیلی به زهرا علاقه داشت، مسافرت میرفت، اولین آخرین کسی را که خداحافظی میکرد زهرا بود، اولین کسی را که برمیگشت به دیدارش میامد زهرا بود. تاریخ مینویسه، روایت داریم، امام صادق شبی که پیغمبر فرداش وفات کرد، زنهای پیغمبر پشت دروازه بودن، اصحاب بودن، پیغمبر صدا زد زهرا بیاید. شبی که فرداش، یعنی شب 28 صفر، فرداش پیغمبر رحلت کرد، زهرا رفت داخل اتاق، علی علیه السلام هم بود، حسنین هم بود، خود آقا امیرالمومنین هم راوی روایته، میگه پیغمبر شروع کرد با زهرا صحبت کردن، طویلا، خیلی طولانی صحبت کرد، به قدر پیغمبر با زهرا صحبتش طولانی شد که حضرت علی و حسنین هر سه نفر از اتاق رفتن بیرون، دم دروازه ایستادن. روایتش پیدا بکنیم بخونیم، علمای بزرگوار اونقدر پشت درم جمعیت بود، اونقدر معطل مون که دو مرتبه زهرا صدا زد یا ابوالحسن داخل خانه بیایید. وقتی داخل خانه رفتن، میگه پیغمبر داشت با جانش بازی میکرد، من شروع کردم به گریه کردن. دقت کنین عظمت زهرا را. پیغمبر فرمود یا علی، من صحبت هایی را به فاطمه کردم، وصیت هایی را به فاطمه کردم، فاطمه به تو میگه فانفذها، اینا را مو به مو عمل بکن، فإنها صادقة صدوقة، فاطمه راستگو است، بسیار راستگو است. این بیبی میفرماید این اعتماد داره که پیامبر به زهرا داره. باور کنین مسلمان ها، جامعه آقا، اگر قرار است اون چیزی که خدا در قرآن به پیامبر نازل کرده بمانه و اون عزتی را که در سوره های قرآن برای اسلام، پیغمبر و مؤمنین در نظر گرفته شده، باید از تربیتگاه فاطمه و از کلاس فاطمه اونها را دریافت کنیم. فرمود به پدرم و شوقش و من، نمیتونم این همه معارف را منتقل کنم، فرمود به علی و حزن علی بر من، به بعل علی و حزنه علی، فرمود بالحسن المجتبا و بکاه علی، به فرزندم امام حسن و گریه آی حسن بر من، فرمود و بالحسین شهید و کعابته علی، به حسین شهید و گریه ها نه و دل شکستگی های حسین بر من. مثل پس فردا وقتی بی بی دستور داد اسما من میخوابم داخل اتاق، پارچه ای روی بدنم میاندازم، بعد بیا صدا بزن، اگر جواب دادم دادم، اگر ندادم علی رو خبر کن. اسما میگم بی بی خوابید، داخل اتاق وارد شد، نگران بودم، مضطرب بودم، بعد از لحظات رفتم صدا زدم، جواب نداد، به نام پسراش صدا زدم، ام الحسن و الحسین، شاید پاسخ بده، جواب نیامد، صدا زدم به نام دختر پیغمبر، گفتم به احترام پدرش شاید جواب بده، جواب نداد، پاچه را برداشتم، دیدم بی بی جان تمام کرد. با نگرانی دم در آمدم، دیدم بچه ها نگران آره وارد خانه شدن، سوال کردن اسما مادرمون کجاست، گفتم آقازاده ها مادرتان خوابیده، فرمود این ساعت ساعت خواب مادرمانی است. بی بی همه چیزش منظمه. بعد
خلاصه به هم دیگه نگاه کردن، فرمودن آجر اکلا فی الوالده، برادر ما بی مادر شدیم. میگم رفتم آقا را خبر کردن، داخل جمعیت مسجد بود، تنها نبود. تا آمد داخل خانه چیزای زیادی نوشتن، همه قد براتم بگم. بعضی از مورخین نوشتن وقتی وارد خانه شد کنار بدن زهرا فریاد میزد با من حرف بزن، من علیم. که آقای حسین اگر میفهمید بسم الله، میگن ابی عبدالله صورتش گذاشت بی پای مادر، میفرمود مادر من حسینم با من حرف بزن. قبل از اون که قلم از کار بیفته، خدا را به حسین قسم میده و به بنات فاطمیات و تحسرهن علی، به دختران فاطمی من و حسرت اونها بر من. خدایا زهرا خدا را به اینها قسم میده چی میخواهد؟ میفرماید خدایا به امت گناهکار پدرم رحم کنی، اونها را ببخش. بالاتر و تدخلهم الجنه، اینا را به بهشت برسانی. خواهر من، برادر من، زهرا با تربیتش ما را به سمت بهشت میکشاند. نماز اول وقتش، شوهرداریش، فرزندداریش، همسایه‌داریش، ولایتش، وفاداریش، این است معنای گوشه از اون معنای عظیم که هر کی او را شناخت کما هو حق و شب قدر را درک کرده، این ایام را به میوه دلش تنها یادگار معصومش که هم صبح گریه میکنه هم شب گریه میکنه، فرمود اشکم تمام بشه خون گریه میکنه. نه تنها در مصیبت جد شبی عبدالله، در مسائل همه مظلومین و مظلومه های عالم عشق میریزه. امروز اگر چشم دل داشته باشیم همون گونه که صحنه های غزه و فلسطین عشق هر با وجدان را میریزانه. آقای ما این صحنه ها را میبینه و عشق میریزه. امید است با تأسی به مکتب فاطمه، به برنامه های بیبی، این جرثومه های ظلم، این وجدان های مرده، این انسان هایی که به ظاهر زنده هستند، اینها یا هدایت و یا با حرکت در مسیر فاطمه و فاطمه از صفحه روزگار دور و به عنوان انسان های آلوده به اندیشه های ناپاک برای ابد و برای همیشه اصلاح و نابود شوند. خدایا ما را با فرهنگ فاطمی بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا همه ما را توفیق استفاده از این کوثر رحمت، توفیق مرحمت بفرما. عزاداری های عزیزان مجالسشان در منازل و در اماکن عمومی مورد نگاه و تأیید و عنایت خودش، پدر بزرگوارش، شوهر عزیزش، فرزندان با عظمتش قرار بده. مشکلات جوامع اسلامی، جامعه افغانستان برطرف فرما. عزت و پایداری، اقتدار و سلامت و توسعه نصیب ملت و دولت افغانستان مردم ما بگردان. ما رو قدردان امنیت، قدردان قرآن، قدردان اهل بیت پیامبر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.